با عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، جلسه‌ای که میخوام در خدمتتون باشیم در ادامه نحوه ارتباط انتیتی فریم ورک کور با استوپ پروسیجر ها هستش. جلسه دیگر چون ما در حال حاضر که این فیلم رو داریم ذخیره میکنیم، ما اگر به اینترنت یک سایت مایکروسافت سر بزنیم در مورد نسخه های RTS ورژن .NET Core یه سری به سایت مایکروسافت بزنید نگاه کنید، در زمینه پالیسی های .NET Core ما در حال حاضر دو تا نسخه چی هستش RTS داریم. یکی نسخه 2.1.NET Core هستش و یکی نسخه 3.1.NET Core هستش. RTS چی هستش؟ RTS به معنی Long Term Support هستش. ما ورژن ها و نسخه هایی رو که مایکروسافت ریلیزهای مختلفی که مشکلاتش برطرف میشه در هر چند نسخه یه نسخه RTS میده که این نسخه رو به صورت طولانی مدت ساپورت میکنه که بهش میگن رام تم ساپورت، و معمولا شرکت ها و کمپانی های بزرگ و یا بیشتر از این نسخه در پروژه های خودشون استفاده میکنن، چون نسخه کمترین باگ رو داره، کمترین مشکلات رو داره. به خاطر همین من جلسه گم اومدم از، اگر یادتون باشه، از EF Core 2 استفاده کردم، اما این جلسه میخوام روی EF Core 3 صحبت کنم که پیشنهاد خود من هم این هستش که بخواد یه سری بحثای امنیتی که در EF Core 3 هستش، اگر پروژه هاتون رو می‌نویسید، اگر مباحث امنیتی برای شما مهم هستش، پیشنهاد من این هستش که از .NET Core 3.1 استفاده کنید. دقت کنید .NET Core 3 خودش RTS نیست و به خاطر همین هستش که من، اگر دقت کنید در ویدیوهای قبلی که من ضبط کرده بودم ببینید می گفتم که معمولا از نسخه چی استفاده کنید، دانکور 2.1، چون موقعی که ویدیو ها رو ضبط می کردیم از نسخه 3.1 RTS نشده بود و این پچ رو نخورده بود. نگاه کنید پچ رو تازه خورده، به خاطر همین در این پچی که خورد این تبدیل به نسخه RTS شد. من پیشنهادم اینه که از این به بعد در پروژه های خودتون از نسخه 3.1 استفاده کنید. بخاطر همین این جلسه رو اختصاص دادم به اینکه چطوری با نسخه 3.1 با روال های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی و استوپ پروسیزر ها ارتباط برقرار کنید. من اول کلاس همین مزه خواهی میکنم، این مقدار به خاطر این سرماخوردگی صدام گرفته و بخاطر سروه هایی که دارم از شما عزیزم پوزش میخوام. خب ببینید، خب میگیم به صورت عملی شروع کنیم، یه پروژه ایجاد میکنم. خب بعد میام create new project میکنم، یه پروژه کنسول app.net.core ایجاد میکنم، next میکنم. بعد من خاطر اینکه میخوام با اسمش رو میذارم، خب .NET اسمش رو میمیسم EF Core 3، پروژه رو ایجاد میکنم. ببینید نسخه های مایکروسافت نحوی نیست که شما مثلا به فرض بر مثلا از EF Core مثلا دو برید روی EF Core 3 تغییرات زیاد ایجاد بشه. نه، مایکروسافت در ریلیس ها و در نسخه های خودش به نوعی اصلا دیدید دیگه، کور دات نت
دات نت فریم ورک عوض شد شد دات نت کور، اما واقعا شباهت خیلی زیادی در سینتکس دستورات، شکل دستورات هستش. یعنی کسی که دات نت کور مثلا انتیتی دات نت فریم ورک کار کرده بود میتونست به راحتی دات نت کور هم چیکار کنه، یاد بگیره و کار کنه. یعنی وقتی من میگم نسخه عوض میشه مثلا از یف کور 2 به یف کور 3 میره، طوری نیست که گزینه عوض بشه. مثلا اونایی که مثلا انگولار کار کردن میبینم، مثلا میبینی از یک نسخه انگولار وارد نسخه دیگه میشیم، نسخه مثلا قبلی کلا کنفیگون میشه. یعنی اصلا چنان تغییرات گسترده روش انجام میشه که اصلا نمیشه اینا رو به هم تبدیل کرد. مثلا یه مایگریشن پت هم براش چیه بعدا نوشته میشه. اما در محصولات مایکروسافت واقعا مایکروسافت در این زمینه خیلی خوب عمل میکنه. یعنی خیلی شباهت زیادی با جلسه قبل داره این موضوع. فقط شما به نسخه هاش فقط دون انتخاب نسخه با هم تفاوت داره. ببینید وارد منیج ناگت میشیم، بروز میزنیم، مایکروسافت انتیتی کور انتخاب میکنیم. خب ببینید نسخه چند هستش، 3.1 هستش. اینستالش رو میزنم، اوکی اکسپت، این نصف شد. خب بگیم مایکروسافت اسکیوش رو نصب کنیم، مایکروسافت انتیتی فریم ورک کور اسکیورش نسخه 3.1 رو نصب میکنم. خب بعد میگم مایکروسافت کورتوزش رو نصب میکنم، 3.1 رو. خب اینا که نصب شد میام بیرون ببینیم دیپندنسی آمده نشسته یا نه. بله مایکروسافت انتیتی فریم ورک کور 3.1 نصب شد، اسکیور 3.1 نصب شد. کور 3.1 هم شده نصب شده. خب وارد بانک اطلاعاتی میشم، یه دیتابیس تستی درست کرده بودیم که در جلسات قبلی از این دیتابیس استفاده کردیم. یه دیتابیسی داریم به نام تستی بی که 3 تا جدول داره، کاستومر، کارا و اوده. من دیاگرام ارتباط این جداول هم با شما یه بار نشون بدم. اون ارتباط جداول ماست. یه جدول کارا داریم که با کار آیدی در ارتباطه. یه کاستومر آیدی داریم، سر ناسازگاری با ما گرفت. خب که با جدول کاستومر آیدی در ارتباط. اینم دیاگرام نرم افزار ما هستش. خب بعد کنم یه سری استوپوزه جلسات قبل خواست ساخته بود، من اینا رو پاک میکنم دوباره تو این فیلم از اول بسازمش. خب بریم. خب گفتیم اگه بخوایم خوب خودمون میتونیم دستی بریم استو پروسیجر های خودمون رو بسازیم، که گفتم در دوره آموزشی قبلی من در سایت آپارات کنم جلسات تو این دوره من کاملا در دوره
فروشگاه فکر کنم از جلسه آره فکر کنم از این جلسات فکر کنم از جلسات 10 و 1 به بعد اینا من کاملا آموزش های نحوه استوپ پروسیجر رو نحوه کار کردن با اسکیو سرور رو اینا رو تو این دوره آموزش دادم به خاطر اینکه نمیخوام دوباره کاری بشه. دوستانی که دوست دارم میتونم از این قسمت از این آموزش ها چیکار کنن استفاده کنن، اما در ادامه اینجا دیگه نمیخوام دستی بسازم، میخوام از امکانات خود مایکروسافت برای نوشتن استوپ پروسیجر استفاده کنم. میرم یک نیو آیتم میزنم از قسمت دیتا ادپتر، قسمت دیتا ست و دیتا ست آزمایشی رو برای پروژه صرفا مثل ساختن استوپ پروسیجر رو اد میکنم. ها بعد میایم از قسمت ویو قسمت سرور اکسپلور میزنم، اینو پاک میکنم، از اول بسازم، یه ارتباط به بانک ایجاد میکنم. خب بعد تیبلامون رو بهش اضافه میکنم. خب بعد وارد مثلا میخوام واسه جدول کاستومر خودم یه سری استوپ پروسیجر رو تولید کنم، میرم روش اد میکنم، گزینه کریت نیو استوپ پروسیجر رو میزنم، نکست، سلکت. خب خودش جمله اسکیلش رو مینویسه، مینویسم سلکت کوئری کاستومر، نکست میزنم، select customer finish. بین خودش الان استوپ پروسیزرش رو برامون چیکار کرد نوشت. اگه این استوپ پروسیزر اجرا کنم در اطلاعات بانگ کاستومر رو برامون نمایش میده. بعد اگر توش هم نگاه کنیم این هم کد استوپ پروسیزرشه که به صورت استاندارد برامون چیکار کرده تولید کرد. خب یه استوپ سلکت معمولی می نویسم، بعد یک سلکت اگر بخوام به صورت شرطی بنویسم بیاد دوباره میام، بعد استوپ پروسیزر انتخاب میکنم، سلکت برای شرط می نویسم مثلا کاستومر آیدی مساوی ادساین، پارامترش رو با ادساین مشخص میکنم، اسمش رو میزنم سر کاستومر مثلا سر کانتینر کاندیشنر مثلا سلکت کاستومر مثلا کاندیشنر سر کاستومر فی مثلا کاندیشنر select customer خب next و در نهای فینش نگاه کنیم این استوپ پروسیجر هم ساخته شد. یه نوع استوپ پروسیجر از نوع execute نام کوئری هم بنویسیم، اد کوئری میکنم، کریت نیو استوپ پروسیجر نکست، این سرت رو میزنم، یک استوپ پروسیجر از نوع چی؟ خواهم این سرت کوئری کاستومر رو برامون ایجاد کنه، نکست و فینیش. خب این سرت کوئری کاستومر این هم که چیکار کرد پیامون نوشت. خب بعد دیگه ما
خب یه دونم، خب من اینو دلیت میکنم دیگه، کاری با این ندارم. یه استوپ پروسه هم خودم دستی بسازم، یه استوپ پروسه که خریدام رو نشون بده. ببینید مثلا این دیتابیس ماست، میام یه استوپ پروسیجر دستی میخوام درست کنم، جدول کاستومر رو بهش اد میکنم، جدول کارا رو بهش اد میکنم. ببینید جدول اوردر ما الان یه جدول اوردر داریم که این جوین شده با جدول کاستومر روی فیلدهای کاستومر آیدی، و دوباره این موضوع این جوین شده با جدول چی؟ کارا. خب یه جدول اوردر هستش که برای ما لیست خریدامون رو چیکار میکنه؟ نمایش میده. خب فیلدهایی که الان میخوایم از اینجا انتخاب میکنیم، کدوم فیلدها رو میخوایم نمایش بده برامون؟ میگم آقا من مثلا کد خرید رو میخوام، کد مشتری رو میخوام، نام و نام خانوادگی مشتری رو میخوام، کد کارا رو میخوام، نام کارا رو میخوام، بعد قیمت کارا، تعداد کارا، تاریخ ثبت و تایم ثبتش رو میخوام. خب بعد اینم اجرا میکنم، ببینیم نتایج رو درست میده. بره اینو تبدیل به استوپ پروسیجر میکنم، میایم میو استوپ پروسیجر خب این استوپ پروسیجر من فعلا من پارامتری براش نذاشتم. خب این قسمت های کامنت رو پاک میکنم، اذیت ما نکنه. این استوپ پروسیجر ما میشه، میگه اسمش چی باشه، میگم اسمش دی بی او، سازندش دی بی او باشه، و اسمش چی باشه، ویو مثلا او ده ای پی پی مثلا. اگزیسکیوتش میکنم، میگه یه خطایی داریم کجا این افتاد. خب و اجراش میکنم، میگه او دی هم ویو ده ویو در ای پی پی رو داریم تو ویو هامونه. ها ساخته رفرش. اگه با دفعه اول زدیم چیکار کرد خودش؟ اینو ساخت. خب بعد با تستش میکنیم ببینیم استوپ پروسیجر کار میکنه یا نه. خب استوپ پروسیجرمون کار کرد. خب بعد الان چرا هنگ کرد؟ پاکش کردم چرا ویژوال استودیومون هنگ کرد؟ نگاه بگم ازش بیرون. هم دوره که هنگش برطرف شد. خب میایم ویو تو قسمت تورز، قسمت نانیت منیجر، وارد پکیت منیجر کنسول میشیم. خودش بیاد تا این بیاد من دستور اسکفورد اشاره پیداره در سیستم ما رو در میاره. خب از دستورات اسکفوردش استفاده کنیم. خب خب میگه ما اسکافولد کن دیتا سورس، فلان اسم دیتابیس من تست دی بی،
اسعاف فلان یوزرنیم پسوردش هم که عوض نشد اینت. جلسه قبل توضیح دادم این اسکافولد دی بی کانتکست کمک میکنه که دیتابیس ما رو تبدیل میکنه به مدل ها اینا که دیگه اینا رو خودمون دستی ننویسیم. خب آورد مدل های ما رو ساخت، کاستومر ساخت، کارا رو ساخت، ارده رو ساخت و دی بی کانتکست هم برامون چیکار کرد؟ ایجاد کرد. خب یه بار پروژه رو من ریبیلد میکنم که کلاس اینا ساخته بشه. من که وقت کلاس گرفته نشه من سعی میکنم از سورس های آماده استفاده کنم و تا جایی که میتونم از این سورس استفاده کنم که وقت کلاس گرفته نشه. خب ببینید using خب کنترل سی توضیحات خدمتتون عرض کنم. خب این رو لود میکنیم. فعلا اینو نیاز نداریم. نم از این و نم از این. خب یه دونه از تست دی بی کانتکس آبجکت تست دی بی کانتکس رو ساختیم و داریم الان خواهیم ببینیم با این کدا میتونیم کار کنیم یا ببینید از کلاس کاستومر من یه آبجکت کاستومر ساختم. بعد به این کاستومرمون اومدم ببینیم چی داریم. یه کاستومر نیم داریم و داد کاستومر فامیلی داریم. بعد اومدیم میخوایم اینو چیکار کنیم؟ به پروژهمون اضافه کنیم و ذخیره سازش کنیم. خب یک خب ببینید به راحتی اومدم به تستی بی کانتست یک اوتر آبجکت اضافه کردم و در نهایت گزینه چی رو فراخوانی کردم؟ سیو چنج رو فراخوانی کردم. خب الان اجراش میکنم. خب بریم ببینیم به دیتابیسمون این گزینه اضافه شد یا نه. سرور اکسپلورر ادیت بله رکورد بی بی به دیتابیس ما چیه؟ اضافه شدنی رکورد هستش. خب ما جلسه قبل با توابع اریت و اسینک و اینا آشنا شدیم یا پردازش های غیر همزمان که میگفتیم باعث افزایش سرعت و بهره وری سیستم میشه. خب اگه من الان بخوام همین تابع خودم رو تبدیل کنم به حالت اسینکش، نگاه کنید سیو چنج اسینکش کنم، برای من الان اجراش کنم نگاه کنید خب نگاه کنیم به کد رکوردی اضافه نشد. دلیل این که رکوردی اضافه نمیشه خاطر اینه که میاد چون اسینگه میره تا اجرا بشه برنامه تمام میشه، ما باید بهش مجبورش کنیم اینجا یه دونه چیه استوپیه داشته باشه. گفتیم اگه از await استفاده کنیم حتما باید این تابع ما از نوع چی باشه؟ اسینگ باشه و همچنین برگشتی از نوع حتما چی باشه؟ تسک باشه. درست یک اپ خوندیم، من دوباره اجرا میکنم.
کنم. رکورد جدیدم بهش چیه؟ یه رکورد بی 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 بهش اضافه شد. مثلا میخوام اگر تک میتونم مثلا این بانک تک میشم بشه سی 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 یا کاستوم دات میوی کودش هم بشه مثلا 5 6 8 8 مثلا. من اگه چگاش کنم خب دوستانی که خواهی مروری به جلسه قبل داشته باشیم، گفتیم اگر بخوایم از پردازش های غیر همزمان در پروژه همون استفاده کنیم، گفتیم معمولا توابعی که به صورت اسینک هستن یک کلمه اسینک رو در خودشون چیه دارن. خب اگر من سیف چین از مود اسینک استفاده کردم، یعنی به صورت غیر همزمان ذخیره سازش کنم، گفتیم پردازش های اسینک حتما از await باید استفاده کنیم، چون اینو دیگه منتظرش نمیشد. دفعه بعد قبل که اجرا کردم نتیجه رو درز نگرنی که رسید به این سریع ردش کرد تا بخواست ذخیره کنه برنامه بسته شد. خاطر همین باید یه await بذار که منتظر بشه که این پرداش غیر همزمان انجام بشه تموم بشه بعد برنامه ببنده. اگر از await استفاده کرده، گفتیم تابهایی که عملیاتی که async هستن باید در توابع async نوشته بشن، یعنی باید قبلشون یه کمی از این گذاشته بشه. و نکته بعدش این بود که اگر تابی از این باشد حتما باید برگشتی از نوع چیه تست باشون چارگاهدی که قبلن بهتون نظر سه قبل گفته بودم. مثلا دیدی به یه شکل از این میتونیم این اطلاعات رو ذخیره کنیم. یه نکته داشته باشید، این ربطی به نسخه این که EF Core 3 باشه یا EF Core 2 باشه نداره. تو EF Core 2 هم شما میتونید از متدهای اسینک استفاده کنید. من فقط در جلسه که داشتم EF Core 2 رو میگفتم، چون شما پردازش های غیر همزمان تا حالا نخونده بودید من به این موضوع اشاره نکردم، اما خواستم بهتون بگم این ربطی به نسخه 2 یا 3 نداره. تفاوت های نسخه 2 و 3 الان جلوتر براتون عرض میکنم. فقط اینجا نکته مهمش اینه که یک کلمه کلیدی اسینک توابعی که به صورت اسینک هستن اضافه میشه. تنها تفاوتش تو اینه اگر اسینکش کردید حتما باید از کلمه کلیدی await قبلش استفاده کنید که اینجا منتظر اجرای این دستور به صورت اسینک باشد، وگرنه بنا بسته میشه و نتیجه ثبت نمیشه. بعد اگر این await کردیم میگه حتما باید تابع از نوع اسینک باشه. خودش میبینه من await رو انتخاب میکنم، میگه باید اسینک باشه. بعد که اسینک بود پردازش تابی که اسینک باشه باید برگشتی حتما از نوع چی باشه؟ تسک باشه. اگر وید بود تسک خالی، اگر ریترنی داشت باید اینجا به صورت جنریک اون ریترن تایم چیه؟ به صورت جنریک مثلا اینت بنویسید، اینتیزر بنویسید، اینو باید برگشت بدید. خب بریم مثال بعدی. خب میخوایم الان یه سری اطلاعات رو از استوپ پروسیجرمون بکشیم و بیاریم اینجا چیه؟ نمایش بدیم. میخوام با استوپ پروسیجر، خب اینو کامنتش کنم. بریم از استوپ پروسیجر. خب خب ببینید میخوام با این استوپ پروسیجر، استوپ پروسیجر ویومون چی بود؟ خدایا اینا رو ببندم. خب اسم استوپ پروسیجر سرینه. خب کنترسی کنترل. یکی از تفاوت‌های نسخه EF Core 2 و 3 در این فرام اسکویر، اگه جلسه قبل دقت کرده باشید ما از فرام اسکویر معمولی استفاده می‌کردیم، اما تو این جلسه از فرام اسکویر اینترپریتد استفاده میشه. این اگه بخوام یه تفاوت اصلی بین این فرام اسکویر و فرام اسکویر اینترپریتد ذکر کنم، بس اینه که فرام اسکیور یک کمی در مقابل اسکیور اینجکشن مقاوم نیست، اما فرام اسکیور اینترپریتد تو مایکروسافت ارائه داده و خودش هم الان اگر برید توی سایت، بذارید من یه
پاورپوینتی رو واسه همین بذار این اجرا کنم، الان توضیحاتش از روی پاورپوینت بهتون میگم. این نسخه اینترپریتد یه مقدار ایمنی و امنیتش بالا رفته بیشتر و توصیه میکنه که از این استفاده کنید. خب ببینید، و بحث از نو تریکینگ گفتیم که جلسه قبلم ذکر کردم، گفتم به خاطر اینه که دیگه این تغییرات رو ترک نکنه و باعث افزایش بهره وری چی میشه، صورت اجرای استوپ پروسیجر میشه. اگر وقت صورت بالایی خواستید توی اجرای استوپ پروسیجر حتما از نو تریکینگ استفاده کنید که ای اف کور نه تغییرات رو چکار کنه، ترک کنه. خب ببینید، گفتم که از دی بی کاندبل کاستومر فرام انترپریتدش کن، دستور چی رو سر کوئری کاستومر رو و نتیجه رو تبدیل به ریس کن. بیار برامون بریز تو این کدوم فیلداش رو میخوایم الان، کدوم فیلداش رو من چون خب فیلد کاستومر آیدیش رو میخوایم واسه نمایش، کاستومر آیدی رو میخوایم، بعد کاستومر نیم رو میخوایم و کاستومر فهمی رو میخوایم. خب اجراش کنیم ببینیم اجرا خواهد شد یا نه. چی گفت؟ یه دونه فکر کنم این مای چه اضافه شده. خب ببینید اطلاعات رو برای ما چیه، رفت از دیتابیس و نشون داد. اما اگه دقت کنید به این روشی که من نوشتم، این به صورت در واقع به صورت سینک شد، سینک اجرا شد، نه به صورت، یعنی به صورت همزمان اجرا شد نه غیر همزمان. اگر بخوایم این تابه به صورت غیر همزمان یعنی اجرا بشه و اطلاعات رو به صورت غیر همزمان برامون نمایش بده، حتما باید از گزینه توریست اسینک استفاده کنیم. توریست اسینک هم که زدید یادتون باشه حتما یه دونه اینجا قبلش از کلمه کلیدیه و بیت فراموش نشه که اطلاعاتو بگیره و برامون نمایش به. تنها تفاوتش این هستش. کسایی که با مالتی تریدینگ در زبانهای مثل جاوا یا در دات نت کار کرده بودن میدونن که همین دستور یه خطی اویت و اسینکی کردم من اینجا نوشتم. اگر میخواستیم همین پردازش به صورت غیر همزمان یا اسینکرونایز اجرا بشه، 10-20 خط باید کد نوشته میشد، باید بحث های بکران ورکر اینا رعایت می شود، بومبست رعایت می شود، دیدراک باید دیده می شود. اگر به راحتی با یک خط دستور می آید تو آخرش می گید توریست اسینک، یه دونم اویت می زارید تمام می شه می گید. یعنی واقعا مایکروسافت در آسون کردن تکنولوژی های غیر سخت خیلی سخت استاد هستش. به راحتی اگر ببینید شما با یک کلمه کلیدی اینجا تو ریست اسینک باعث شده که اطلاعات از یک استوپ پروسیجر داره با سرعت خیلی خیلی بالا میکشه به صورت از نو تریکینگ که باعث افزایش بهره وری میشه، از یه طرف دیگه از توریست اسینک استفاده کرده که اینم خودش با دوباره باعث میشه سرعت خیلی خیلی بالا بره. این سه چهار تا تکنولوژی که باعث افزایش بهره وری شما در پروژه میشه اینجا با هم ترکیب شده تو یک خط. یعنی اونایی که علاقه من دستم میتونن خیلی راحت شما یه دیتابیسی داشته باشید که خیلی تعداد رکورد بالایی داره، بعد یه برنامه بنویسید به صورت همزمان مثلا 500-600 درخواست سنگین روی دیتابیس بره، اون وقت میفهمید که این یک خط چقدر روی پرفورمانس پروژه شما تاثیر داره. این باعث میشه که شما روی کورهای مختلف پرود پردازشتون از کورهای مختلف سرور استفاده کنید، پردازش ها رو به صورت اسینکرونایز یا غیر همزمان اجرا کنید، یعنی پردازش روی کورهای مختلف پخش میشه، بعد اطلاعات میاد به صورت نو تریکینگ وارد ای اف کور میشه، یعنی ترکش نمیکنه، این خودش باعث افزایش صورت میشه و در نهایت خود قدرت تست و پروسیجر و سرعت و پرفورمانس اونم که یک موضوع دیگه هستش که
جای بحث داره واسه خودش. یعنی چندین تکنولوژی میاد با هم تو یک خط دستور با هم ترکیب میشه، باعث سرعت اصلا خیلی زیادی میشه. من گفتم یعنی سرعت دات نت کو رو واقعا مایکروسافت روی پرفورمنسش سرمایه گذاری زیادی کرده و میشه به جرات گفت الان سریع ترین زبان برنامه نویسی در این زمینه محسوب میشه. خب ببینید، میریزه تو ریس و اطلاعات رو برامون چیکار میکنه، نمایش می. فقط فراموش نکنید من بارا تا مثال قبلی اگر از اینجا اویت استفاده کردید حتما باید تابتون به صورت اسینک باشه و در نهایت اگر اسینک بود خروجش به صورت چی باشه؟ تسب باشه. ما تا حالا خب هر کوئری که اجرا کردیم از اینهایی بود که توی مدلامون چیه داشتیم. خب من یه استوپ پروسیجر اینجا نوشتم که این در مدلای ما نیست، چون این اسکافولدی که توی نسخه تا اینجا مایکروسافت نوشته و من داکیومنتاش خوندم، متاسفانه فعلا این اسکافولد نمیتونه استوپ پروسیجر ها رو مدل کنه. گفته که در نسخه های بعدی به اسکافولد های مایکروسافت چی اضافه میشه. خب اینجا من یه استوپ پروسیجر دارم که اینجا توی مدلام نیست. خب چیکار باید بکنم؟ خیلی راحت، ببینید میایید، چون فعلا اسکافولدش وجود نداره، خودمون دستی میکنیم، اینو پیست میکنید، میایید اسم استوپ پروسیجرمون چی بود؟ اسم استوپ پروسیجرمون VOPP بود. این اسم استوپ پروسیجر رو عوض میکنید. کلیدای من چه به FM میخواد. خب خب اسمشو گذاشتم چی؟ VOPP. اسکیپ بود فنلاک منم فکر کنم این فعال شده بود. آره درست شد. خب ببین اسمشو میذارم VOPP. بعد کدوم فیلدار رو میخوایم ببینیم، بیایم از اینجا تنظیم کنیم کدوم فیلدار رو میخوایم. فیلداری که داشتیم OpenAppIDی بود. خب این باید بمونه، بس آیدیمون کاستومر آیدی باید بمونه. خب چی هایی میخواستیم؟ کاستومر نیم و کاستومر، از که من تنبرستم اینا رو از این مدل میکشم میارم، این کاستومر نیم و کاستومر فامیلی رو از اینجا میارم. خب این کاستومر، بعد کار آیدی رو داشتیم، بعد کار آیدی رو داشتیم، بعد کارا نیم. خب کارانه ای من از این یکی بکشیم بیاریم. خودتون میتونید اگه خواستید بنویسید، چون من میخوام سرعت آموزش بالا بره کپی پیستش میکنم. خب ببین اومدم کار آیدی کارانه پرایس و تعداد و دیتا ثبت و تایم ثبت هم که داریم. بعد خب یه ارتباطات هم که اینجا نمیخوام فعلا. بعد یه نکته، این فیلد چی هستش؟ کلیدی ما هستش، پورتش کنم اسمش همون بمونه دیگه. نکته خاصی به نظر من نمیاد، فقط این الان این ویور داره. ما در جلسات قبل گفتم باید انتیتی فریم ورک اینو به صورت یک دیتا ست ببینه. میایم توی تست دی بی کانتکست اینو چیکار میکنیم و مثل همین گزینه بهش اضافه کنیم، بنویسیم اسمش چی بود؟ F2View. اشتباه کردم، شد VOPP نم VOPP. خب یه بار پروژه رو ریبیلد میکنم. بذار پروژه بید بشه. خب خواستم یه مثالی ببینید که یه استوپ پروسیجری بود که متناظرش جدولی توی تیبل ما نبود. یعنی استوپ پروسیجری بود که فیلدهای خاصی داشت که توی مدلای ما نبود. خواستم ببینید اگر استوپ پروسیجری باشد که فعلا در مدلای ما نباشه، چون اسکافورد و مایکروسافت توی نسخه نمیتونه هنوز
استو پروسیجر ها رو بیاره تو مدل ها. در انتیتی فریم ورک این امکانات بود، شما وقتی اسکفولد می کردید کل تیبر و استو پروسیجر ها رو می آورد، اما در دات نت گفتن این نسخه تا 3.1 که داریم این اسکفولد وجود نداره، با خودتون بنویسید. حالا خواستم ببینم که خودمونم بخوایم بنویسیم به این شکل به راحتی میتونیم اینا رو چیکار کنیم بنویسیم. خب میخوام یه مثالی هم بزنم که از یه تابعی استفاده کنم که اینو چیکار کنه برامون بیاره و به این تابع هم چیه بذارید یه تابی نوشتم من واسه این کار، از این تابع استفاده کنیم. خب این برنامه فلان ما چه کمی بیان این تابع همونه من تکمیلش میکنم. خب یک از میخوام یه تابع است، یه تابع مینویسم به نام public static، چون مینم از نوع استاتیک هستش اومدم اینم از نوع چیه استاتیکش تعریف کردم. خب بعد اسینک تسکه، چون میخوام به صورت اسینک اجرا بشه. خب بعد فقط یه نکته که داریم، ما بذارید من یه شرط هم به این بذارم که شما استفاده از شرط هم در اینا ببینید. بعدم وقتی شروع میکنیم به پروژه نوشتن خواهید دید که این مطالبی که من دارم به شما میگم چقدر در پروژه نوشتن کمکتون میکنه. خب یک کاستومر آیدی ایجاد میکنم، میگه کاستومر آیدی رو تعریف نکردی، میگم چشم تعریف میکنیم از نوع این تستش. بله بذار تستش هم بکنیم، مثلا میگیم آقا خریدای مشتری یک رو برمون نشون بدیم، خریدای مشتری یک رو برمون نفر. خب ببینید جلسه قبلی رو من کاملا توضیح دادم، یه پارامتری میسازیم و من چند تا روش رو جلسه قبل توضیح دادم، گفتم آخرین کاملی تن روش این هستش که شما از اسکیو پارامتر استفاده کنید، اسم پارامترتون رو بدید. ببینید اسم پارامتر ما اتسان کاستومر آیدی هستش، دقیقا از دیتا استو پروسه بیارم، اصلا کاستو تایپش از نوع این تستش، بس یک اسکیو پارامیتی تعریف کردیم به نام کاستومر آیدی، مقدارش رو من ست کردم به یک. خب من میگم برو اویت کردم چون میخوام به صورت چی اطلاعاتو بیارم در نهایت اسینک بیارم. بعد گفتم که از کدوم دیتا ست استفاده کن یا به عبارتی از کدوم مدل استفاده کن، ویو چی بود؟ اینها اورده ای پی پی. دوستان دقت کنید تنها نوشتن این در مدل ها کافی نیست، حتما باید قانونش این هستش که در دی بی کانتکست همین اضافه بشه. یکی از دوستان این سوال ازم پرسیده بود دوره قبلی که چرا اینو نمیاره شما زدید آورد. ببین حتما باید در این به صورت دی بی ست اینجا چیه به انتیتی فریم ورک معرفی شده باشه این ویو اوردر ای پی پی جدیدی که ساختیم، وگرنه اینجا بخواید ازش استفاده کنید براتون نمایش نخواهد داد. اگر دیدین اینجا نمایش نمیده ببین یادتون رفته به که به صورت دی بی ست تعریفش کنید. خب این که به این صورت تعریف شد، گفتم از فرام مثل اینترپولیتد استفاده کنید، میگه کدوم استوپ پروسیجر رو فراخوانی کنم. خب اسمش این بود دیگه، ویو اوردر ای پی پی بود، ویو اوردر ای پی پی بود. میگه چه مقداری رو میگیره، میگم یه فیدی میگیره به نام کاستومر آیدی. خب اینجا کاستومر آیدی رو کجا تعریف کردیم؟ اینا این بالا این کاستومر آیدی خودمونو این همون کاستومر آیدی تعریف کردیم. خب گفتیم به صورت از نو ترکینگ اجرا بشه، یعنی اف کد ترکش نکنه، و به صورت توریست اسینک اجرا بشه، یعنی به صورت غیر همزمان اجرا بشه. در نهایت آوردیم اسمش رو ریختیم توی لیستی و میگیم آقا این لیست رو برامون. خب این اسمش فکر کنم این هستش، ویوردر ای پی پی. خب ویوردر ای پی پی یا ابجکتی ساختم تو فورید زدم روش و اینا رو میخوام نمایش بده. میگه چه چیزایی رو میخوای نمایش بده؟ خب میگم آقا واسه ما کاستوم آیدی، کاستوم
نیمو بیار و فمیلیو بیار. چه کسی با چه نام و خانوادگی ازتون خرید کرده؟ اصلا میخوام یه دونم بهش اضافه کنیم. بیا کارا نیم اضافه میکنم. میگه ما کارا نیم هم برامون بیا. میگه ما ویو بخشید او دره پی پی داد کارا نیم هم برامون بیا. خب این هم اضافه شد. خب الان میخوام این تابعی که به صورت اسینک نوشتیم و این بالا فراخانی کنیم. خب من اینو کامنتش میکنم با کلید کنترل کاسی بر میزنم تابه چاپ رو فراخانی میکنم. خب چرا جلوش قرمز کشیده؟ چون به صورت اسینک هستش. میگه حتما جلوش از تابه چی استفاده کنید؟ await و تمام. بعد چی رو میخواد؟ آها میگه این DB کانتکستی رو که بالا داری بهش چیکار کن؟ پاس کن. میتونستی خودتون اینجا دوباره بنویسید. من خواستم که ببینید چطوری میشه DB کانتکست رو به یه تابعی هم چیه؟ پاس داد. اگر این اویت رو نمی نوشید کار نمی کرد. دقت کنید. بس یه سری نکات دوباره من یه تکرار بکنم. این تابعی که ما نوشتیم به صورت اسینک هستش. حتما در اسم تابع تعریف تابع اسینک باید باشه، برگشتی از نوع تست باشد و جایی که دارید اطلاعات رو میکشید و واکشی میکنید و دخواهید نمایش بین حتما باید از await استفاده بشه. خود تابع وقتی داره فراخوانی میشه باید قبلش از کلمه کلیدی await استفاده کنید. اگر تابعی داره، یک تابعی که به صورت اسینک فراخوانی میکنه، خودش باید از نوع اسینک باشه و جلوش کلمه تسک و برگشتی تسک رو داشته باشه. خب الان اجراش کنیم. اگر کارمون درست باشه و خطایی نداشته باشه بعد اطلاعات از دیتابیس بکشه و برامون بیان. یه نکته من در مورد این بحث این موضوع اشاره کنم. ببینید یه موضوعی ما در برنامه‌نویسی داریم بهش میگم بحث آنتی پترن. موضوعی که من دارم برای شما مطرح میکنم که از استوپ پروسیجر استفاده کنید، اینو از نو ترکینگ رو بزنید بهش، اینو به حالت فرام اسکیو اینترپریتد استفاده کنید یا اطلاعات مثلا اسینک میکشید، اینها همشون واسه پروژه های کوچیک نیست. شما واسه نوشتن یه پروژه کوچیک اصلا لازم نیست استوپ پروسیجر بنویسید. لازم نیست که اونو به صورت هنوز بیارید به صورت از نو ترکینگ فراخوانیش کنید، نمیدونم اسینک فراخوانیش کنید. این چون هدف از این دوره نوشتن پروژه های عملی در سایز بزرگ هستش، من تاکید میکنم از استوپ پست استفاده. وگرنه اگر شما میخواید یه پروژه کوچیک بنویسید که باش 50 60 نفر آدم کار کنه، اصلا نیاز به این جنگ و یک بازی ها نیست. یا شما یه پروژه کوچیک میخواید بنویسید، یه اسکیو ساده بنویسید با خود زبان رینگ که جلسه فکر کنم 3-4 جلسه پیش بهتون یاد داده، اطلاعات رو واکشی کنید و نمایش بدید. این موضوعاتی که من دارم بهتون میگم به خاطر این هستش. این موضوع آنتی پترن بهش میگن. آنتی پترن این هستش که شما وقتی یه پروژه رو می‌نویسید قرار نیست حتما اگه یه پروژه کوچیک باشه از توش استوپ پروسیجر استفاده کنید. آنتی پترن رو میگه، میگه که واقعا اگر نیاز بود از یه تکنولوژی استفاده کنید. اگر پروژه من بزرگ هستش، پروژه من تعداد کاربر بالایی داره، 1 میلیون ممکنه درخواست براش ارسال بشه، این روی یه سروری با چندین پردازنده قرار کار بکنه، حتما لازمه پردازش ها به صورت سریع پاسخ داده بشه. اون موقع مثلا شما یه سایت سنجش رو در نظر بگیرید، در یک بازی 3-4 روزه یه دفعه میبینه 3-4 میلیون نفر میخوان توش ثبت نام کنن، ویرایش کنن، آپدیت کنن. این موضوعاتی که من دارم ذکر میکنم واسه این دو سایت هسته که تعداد به صورت سایت های بهش میگن OTP، سایت هایی هستن که تعداد اینسرت دیلیت آپدیت و ریکوست روشون در یک بازی زمانی خیلی زیاده. اگر به این شکل ننویسید مطمئن باشید به مشکل برمیخورید. خب در جلسات بعد ما تکنولوژی هایی رو خواهیم گفت بهتون و با بحث های دیزاین پترن اینا کار خواهیم کرد که ما یه سری باید دیزاین پترن هایی رو هم اونجا توضیح خواهم داد که پترن چیه، دیزاین پترن چی هستش، چرا از دیزاین پترن باید استفاده بشه در پروژه، چرا باید حتما باید یه پروژه معماری اصلا داشته باشه. اگه معماری نداشته باشه میشه یه پروژه خیلی بزرگ نوشته؟ ممکن نیست. مثلا میخواید
یه ساختمون چندین طبقه بسازید نقشه معماری نداشته باشه. مگه میشه ساختمون ساخت؟ حتما باید دیزاین پترن داشته. بعد اونجا یونیت آف ورک رو بهتون یاد خواهم داد. بعد اگر واقعا قرار سایت یا پروژه که شما می‌نویسید بحث تعداد کاربر خیلی خیلی بالایی روش باشه، باید شما حتما سینگلتون رو یاد بگیرید که بتونید روی آبجکت هایی که ساخته میشه مدیریت حافظه اینا از آبجکت ها خیلی زیاد تولید نشه. این بحث همش روی پرفورمانس پروژه تاثیر داره. خانه همین دوستانی که اگه قرار پروژه بنویسن که واسه 50 60 نفر میخواد کار کنه، اصلا این قسمت ها لازم نیست مطالعه کنن، رد بشن برن قسمت های بعدی آموزش نگاه کنن. این قسمت واسه پروژه های سنگین و پروژه هایی هستن که تعداد کاربر چیه خیلی بالایی خواهند داشت. خب بعد این هم که گفتیم چطور اطلاعات بسید اویت رو چاپ بیاریم، یه نوع من اگر اجازه بدید یه اینسرت هم براتون بنویسم و باهاش یک اینسرت. خب اینسرتش هم دقیقا اینه اینسرت که نوشتیم دیگه، اینجا اینسرت نوشتم با. خب دقیقا اینسرتش هم مثله مثال قبلی هستش. شما میتونید توی تاب اینسرتش هم بنویسید، فقط یادتون باشه که از کلمه کلیدی اسینگ استفاده کنیم. خب بذارید من یه توضیحاتی هم بهتون بدم اگه بخواید، چون گفتم من بیشتر دوست دارم، چون دوره ببینید یا یک موضوعی رو باید به صورت آکادمیک یا قانونی با اصول و قاعده یاد بگیرید یا دیمی یاد بگیرید. من توصیه‌ام اینه، اگر میخواهید برنامه نویسی رو یاد بگیرید حتما از سایت ریفرنس خودش استفاده کنید. سایت ریفرنس ما سایت مایکروسافت هستش، هر قسمت رو کاملا داکیومنتاش هست، توضیحاتش هست، FAQ هاش همش وجود داره، کاربران همه دارن ساپورت میکنن. سعی کنید عادت کنید از سایت های منبع بخونید. در مورد همین بحث های اسینگ بهتون اجازه بدید سایتش رو بهتون نشون بدم. ببینید وارد سایت مایکروسافت میشید، میگید قسمت اسینکرونوس کوئری، قسمت اجرای کوئری ها به صورت غیر همزمان، یک لینکش هم اینجا بالا من دارم بهتون اینجا لینکش رو دارم بهتون نشون میدم. ببینید وارد سایت مایکروسافت میشین، میرسی کوئری اسینک، اصطلاحاتش رو براتون میاره، کاملا داره توضیحاتش رو میاره که چرا شما باید به صورت اسینک کوئری بنویسید. یک مثالی هم آورده، گفته حتما در آخرش از کلمه چیه استفاده کنید. توریست هستین که خود عملش رو بهتون نشون دادم. از await باید واسه گرفتن اطلاعاتش استفاده کنید. اگر await شد حتما باید خود تابع بسو اسینک باشه و در نهایت برگشت از نوع تست باشد. خب اینجا چرا داره جنریکش رو ریست میاره؟ چون آبجکتی که داره برمیگردونه یک ریستی از آبجکت های بلاک هستش. خب بعد بحث گفتیم اگر بخوایم کوئری رو خودمون بنویسیم یا از استوپ پروسیجر استفاده کنیم و زبان لینک استفاده نکنیم، باید از چی استفاده کنیم؟ از راو اسکیل ها باید استفاده کنیم که جلسه قبل بهش اشاره کردم، در مورد راو اسکیل ها صحبت کردیم، دیگه نمیخوام دوباره کاری بشه. اینجا داره توضیح میده مایکروسافت، کاملا بسیار شفاف نوشته که با انگلیسی سریع سم نوشته شده، یه بار بخونی کاملا متوجه میشید. نگاه کنید همین میگه اگه میخواد یک دستور سلکتی رو ساده اجرا کنید، مینویسید فرام اسکیو را و دستور سلکت رو مینویسید توریست. اگر گفتم به صورت اسینک هم میخواستید توریست اسینک میشه نتیجهش. خب نکته مهمش این هستش، داره حد اینجاش من این قسمتش میگفتم. ببینید اول یه نکته داشته باشید، اینترپولیتد از نسخه 3.1 اضافه شده به EFCO. خب این نکته خیلی مهمه داشته باشید. میگه که دستورات فرام اسکیو راو یا اگزیکیوت اسکیو راو در مقابل اسکیو اینجکشن ها هستند، صدمه پذیر هستند. به خاطر همین خودش داره توصیه میکنه که فرام اسکیو اینترپولیتد استفاده کنید. میگه که این فرام اسکیو اینترپولیتد در مقابل اسکیو اینجکشن ها چی شده؟ پروتکتد شده. نگاه کنید میگه در مقابل اینها پروتکتش شده، یعنی با خیال راحت از استفاده کنید. خب خودتون میدونید بحث استوپ پروس، این بحث که میگه در مقابل اسکیو اینجکشن مقاوم نیست، موقعی هستش که شما بیاید خودتون سلکتاتون رو به این شکل بنویسید. وقتی شما از استوپ پروسیجر استفاده میکنید و
داره کوئری شما کامپایل میشه تو دل دیتابیس، خب بس اسکرین اینجکشن که کلا منتفی میشه، که اصلا اسکرین اینجکشن روی استو پروسس کار نمیکنه. اما کار از محکم کاری عیب نمیکنه، جلوی وقتی شما از فرام اسکرین اینترپریتد استفاده میکنید، مایکروسافت در هر آپدیتی که میگه جلوی، فکر کنم من اونطوری که نگاه میکردم چند صد هزار نو اسکرین اینجکشن خودش داره جلوش رو چیکار میکنه روی این فرام اسکرین اینترپریتد پروتکتشن. میتونید امتحان کنید، یه پارامتری رو پاس بدید از دستور اسکرین، سریع بهتون پیغام خطای چیزو برمیگردونه که داره یه اسکرین اینجکشن روی سایت شما اتفاق میفته و این کوئری رو اجرا نمیکنه. خب بعد خب اگزسکیوتش هم که توضیح دادیم، گفتیم که نحوه اجرای کردن اگزسکیوت ها این شکلی بود. گفتم دیگه اگه بخواید اسینک باشه مثل جلسه قبل هست، اینجا میشه فرام اسکیو اینترپریتد و اینجا میشه توریست اسینک. یعنی تفاوتی که داره این میشه فرام اسکیو اینترپریتد اگزسکیوت، مثلا این سرتو بخواید خودتون بنویسید این سر جلسه قبل رو. و این آخرش این هم دستور چی اضافه میشه؟ Async. فقط تفاوتش در این نقطه است. یعنی می نویسید اگر مثلا این سرت رو میخواستی خودتون می نویسید from SQL Async، بعد جمله رو می نویسید، بعد tourist Async. یعنی تبدیل میشه به حالت نگاه کنید. خب میگه که از ورژن 3 به بعد، همین نکته که من میگفتم from SQL Raw و from SQL Inter پروید آورود شدم، میگه یعنی فرام اسکیل هست شده و به جاش فرام اسکیل اینترپریتد و فرام اسکیل راف جایگزین شده، که در سری کمی نقص شده. الان این نسخه رو داریم، فرام اسکیل اینترپریتد رو داریم که داره مثالاش رو به شما نشون میده با سمپلاش. خب بحث از نوت رکینگ هم که جلسه قبل گفتم باعث میشه که وقتی از نوت رکینگ استفاده میکنید دیگه تغییرات رو ایف کور ترک نکنه، این خودش باعث افزایش بهره وری و سرعت سیستم میشه. در همین حد فکر کنم برای شما کفایت میکنه. من یه لحظه فقط ببینم این سرتو نوشتم. این سیت هم براتون بیارم که در آموزش باشه. در فایل آموزشیتون باشه. حیفم اومد این هم ننویسم. بذارید یه نوع اگزسکیوت هم نوشته بشه. یه واکشی رو نوشتیم. یه نوع در جست و پروسیجر رو به صورت تابع اسینک بنویسیم. خب ببینید یه تابع نوشتم از نوع اسینک، از نوع اینسرت هستش. خب نمیخوایم اینو، میخوام پاس بدم. بذار اینم این شکلی بنویسیم. اسم مار ما چی بود؟ بذارید یه شاید ببینم. خب نرم افزارهای جاوا بیس خیلی استیبل و متاسفانه مشکل ریسورس شدید در خواب تسته. خب این هم اصلا به این شکل بنویسیم، ببینیم میشه به این شکل هم نمیشه. خب من یک کانتکسی از ابجکتی از تستی بی کانتکس میسازم، بهتر بود به خاطر بحث یونیت آف ورکی که بعدن خواهیم خوند که آبجکت ها زیاد تولید نشه، از روش بالا استفاده، یعنی پاس میدادید خودتون به این تابه. اما خب خواستم این همین شکلی بنویسم، میشه توش دوباره آبجکتی ازش ساخت. پارامترها رو دونه دونه باید تعریف کنیم. میگه ما یه پارامتر تعریف کن. خب به کاستومر آیدی که اصلا توی پروسه ما تو برنامه ما لازم نیست واسه این ست کاستومر آیدی رو پاس کنیم، چون به صورت آیدنتیتی تعریف شده. خب بریم ببینیم چه پارامترهایی رو اینسرت از ما میخواست. دستور اینسرت چه پارامترهایی رو از ما میخواست؟ اینسرت کوئری ما مودیفایرش کنیم. یک کاستومر نیم میخواد،
کاستومر نیممون. پارامتر بعدی که داره میخواد کاستومر فامیلیه، اینم کاستومر فامیلیمون. گفتم بهتره چیکار کنید، تایپ اینها رو هم مشخص کنید. خب بذار من به این شکل برم، تایپ اینها رو SQL data type dot n و چه هستن اینا. این یکی هم بچه هستش، حتما تایپ هاشو بهش بدید. خب یکیش میشه کاستوم نیم و اون یکی میشه کاستوم فامیلی. خب بعد به اینا مقدار پاس بدیم، بگیم آقا کاستوم نیم داد وریوت مثلا باشد تا کچوگو و کاستوم فامیلی داد وریومون هم باشد مثلا زنگی. خب اینا رو دادیم، بکنم تاها رو داشتیم، بسه اشتباه نشه. آره تاها رو دادیم. خب اینم عوض میکنیم مثلا همین. خب بعد میگیم آقا کاستومر نیم و مقدارش رو تا پارامترش رو تعریف کردیم، این وریوش هم دادیم. من فکر کنم میشود حتی به اینها سایز هم داد. بله کاستومر نیم سایزش 25 بود، اگر بخوایم کار محکم کاری بکنیم این 25 باشد و این اینم سایز این 50 تا اندازه رو دادیم. میگه آقا به صورت await روی context database اجرا کن، context database مون اجرا کن، execsql interpreted به صورت چی اجراش کن؟ میگفتم دیگه نکتش اینه، به صورت چی اجراش کن؟ interpreted async اجراش کن. کدوم استوپ اگزه کن؟ کدوم استوپ پروسیجر؟ استوپ پروسیجر اینو، این استوپ پروسیجر رو با کدوم پارامتر؟ گفتیم کاستومر آیدی رو که نمیخوایم، یه کاستومر نیم میخوایم. من از یه پروژه دیگه دارم میارم بخواد همین و یه کاستومر فامیلی. من یه تابی اینسرتی نوشتم که یک استوپ پروسیجر رو اینسرت رو که این سرت دیگه آپدیت همشون یه شکلی هستن، یک شو یاد بگیر بقیه این همه. دارم استوپ پروسیجر اومدم پارامترش رو تعریف کردم و دارم این استوپ پروسیجر رو به صورت execsql sql interpreted async اجرا میکنم، بسده این اجرا میکنم که شما نحوه کار کردن با execute های interpreted هم چکار کنید یاد بگیرید. خب و بعد میام آقا میگم این تاب این کامنتش کنیم، میگیم به صورت await insert رو چکار کن اجراش کن. اگر خطایی نداشته باشیم این الان چیه؟ آه ببخشید، میگه یه پارامتر ملی کدم داشتیم ما اینو تعریف نکردیم، بذارید باشه دعوا نکن تعریف میکنیم، مشکلی نداریم که ما کنترل دی ناراحت شده. خب آقا میگیم کاتی کرد تعریفش میکنیم، چون میری کد رو تعریف نکردیم داره خطا میگه. خب میایم میگیم اسمش چیه، اسم پارامترمون میری کد از اون این بچه باشه، اصلا سایزم بهش بین نمیدم. بعد میگم اسم چیه، میگم میری کد و اینجا
بهش چی رو پاس میدم و پارامتر ملی کدی هم پاس میدیم. نشو یه ملی کد وریو هم باش بیه براش تعریف کنیم. مثلا خب چوش کنیم این چه سرعت بالایی داشت هن... من همین جایی گرم شد اجرا شد. خب خواستم ببینید که چطوری میشه به یه نحوی تابع اینسرت رو به صورت اسینگ نوشته بشه. اجازه ببینید من یه بار اینا رو نگاه کنم که موضوعی رو از گرم ننداخته باشم. باقیش بخواه اینقدر موضوعات زیاد هستش که اگه یاد داشت برداره نشدم یادش میره موقع توضیح دادم بده. اون دوستانی که میخوان زمان اندازه گیری کنن و ببینن اینه که من میگم واقعا درسته یا نه، واقعا اینا در صورت اجرای پروژه تاثیر دارن، ببینید میتونم به این روشم برن. اول این مثلا ببینید خواهد زمان و تایمش رو بگیرن، این اینسرت رو یه واچه تعریف کنن اینجا، این استوپ پروسیجر اجرا کنن، بعد در آخر استوپ واچه رو استوب کنن و زمان سپری شده رو چکار کنن به دست بیارن. نه میتونید بعد اینو یک بار به این شکل بنویسید که به صورت اسینگ باشه، از نوترک باشه، نمیدونم با استوب پروسیزر باشه، یه بار هم به شکل عادی بنویسید. این دوتا تایم رو با هم مقایسه کنید، بندازید توی فور، توی فوری که مثلا این کار 100,000 بار انجام بده، بیایید آخر سر ببینید در زمان اجرا چقدر سرعت این نسبت به یکی چیه زیادتر خواهد بخط. ببین مثلا اینقدر کمه در حد چیه؟ 3 تقریبا یک اینسرت رو در حد میلیون ثانیه، 3,000 میلی ثانیه، 3 ثانیه اینا تا کامپای بشه و اجرا بشه و بیاد انجام داده، چون داره دفعه اول اجرا میشه این زمان تیگه تو من تو یه گروپ بندازید خیلی خیلی سریع تر از این هم می شود. خواستم ببین اگر بخواید زمان اجرای یک دستور رو در همین جا همینو بخواید توی جاوا یا در پیچه بنویسید، حتی باید 100 خط کد بنویسید. این یه خط ساده می نویسید استوب واچر استارت تایم مزم میگی پر این فانکشن یا هر دستور اینجا می نویسید دستورات اجرا بشه، آخر سر واچر استوب میکنه و زمان سپری شده رو چکار میکنید به دست میارید. با این روش میتونید زمان اجرا شدن دستورات هم چکار کنید به دست بیارید. باز من یه نگاهی بکنم. خب اینجا که چیزی نموند، یکی هم یه نگاهی بکنیم که قبل از کلاس من اینا رو جمع‌بندی میکنم که بتونم تو اون زمان همه مطالب رو پوشش بدم. نه اینجا هم تقریبا همش گفت. خب تو این جلسه بس ما یه مروری کنیم تو این جلسه چی رو خوندیم. تو این جلسه خوندیم که چطوری از ای اف کور 3 استفاده کنیم. توصیه‌م اینه حتما از ای اف کور 3 و 1 استفاده کنید چون نسخه LTS هستش. در بحث بعدی گفتم یه سری تفاوت‌های جزئی بین ای اف کور 2 و 3 هستش. ای اف کور 3 بیشتر روی پرفورمنس و امنیتش مایکروسافت بیشتر وقت گذاشته. همین میگم از ای اف کور 3 و 1 استفاده کنید. مثلا همین نمونه‌شو دیدید اینجا. فرام اسکیل اینترپریتد رو در مقابل اکثر اسکیل اینجکشن ها چیکار کرده؟ پروتکتدش کرده. بعد نکته بعدی این بود که چطوری دستورات مثلا فرام اسکیل اینترپریتد اینا رو به صورت اسینک اجرا کنیم که نمونهش رو بهتون نشون دادم. چطوری یک اطلاعات رو به صورت اسینگ از دیتابیس واکشی کنید و یا به صورت به صورت اسینگ اینسرت یا عملیات آپدیت و دیلیت رو روی دیتابیس چیکار کنید انجام بدید. خلاصه باز تاکید میکنم مطالبی که این جلسه گفتم، اگر شما یه پروژه کوچیکی رو میخواید بنویسید که کاربر کمی داره لازم نیست، همون دستورات لینک معمولی پاسخگوی نیاز شما هست و حتما موضوعات آنتی پترن رو رعایت کنید،
حتما بس یه پروژه کوچیک لازم نیست، شما این همه مثلا از نو ترک کنید، نمیدونم استو پروسه بنویسید، بعد بیایید اینو مثلا اسینکش کنید، لازم نیست. خب خسته نباشید.